Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa bihi nasta'in innahu khayru nasirin wa mu'in Rabbi shrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Khuda ya sina hai ma ro baz kan wa kara ma ro ra bendas wa nazar uqdai bishim wa zabunamun bigire wa kari kan qawl ma hamun qawl maqam wali faqih bashe Quran Karim من محسن سازگارا معروف به سیامک پورزند در این جلسه قرار دارم در مورد نحوه دستگیری خودم و برخوردهایی که در این مدت با من شد با شما گفتگو کنم. برخوردهایی چنان دقیق و در کمال رأفت و عطوفت و خشونت اسلامی که باعث شد که من بتونم در این نشست شرکت کنم. من واقعا به همه شماهایی که در گمراهی به سر میبرید و هنوز حقیقت رو نفهمیدید پیشنهاد میکنم فقط 3 ماه برید زندان سلول انفرادی تا حقیقت ناب رو بفهمید. البته در ابتدای کمی درد میگیره و با سوزش هم همراه هست که از انواع کرم جنتامایسین و ویتامین آ استفاده میکنیم که درک نرمتر و ملایمتری از حقیقت رو به شما میده. و اما من کی بودم؟ من دانشجوی رشته فیزیک دانشگاه تهران، عضو دفتر تحکیم وحدت، نشست علامه، معترض به نشست شیراز و جمع 3 به اضافه 17 هستم. عضو جبهه ملی مشارکت مجاهدین انقلاب اسلامی و نهضت آزادی و جنبش مسلمانان مبارز. البته در نشست علامه تعدادی اعضای جبهه مشارکت و جبهه ملی هم بودند که من در اونجا مسئولان جبهه دوم خرداد رو و آقای تاجزاده و خانم حقیقتجو و آقای آرمین رو هم دیدم که این آقای آرمین به شکل خاصی به من خیره شده بودن. اینجوری در اون جلسه تعدادی بودند که دانشجو بودند و من اونها رو تحریک کردم. برای تحریک کردن دانشجویان از راه‌های مختلفی میشه استفاده کرد، از زبون، از دست، از ایجاد فشار، از گوش، از چشم و از راه‌های دیگه. و البته باید ببینیم دانشجو تا چه حد قابلیت تحریک شدن داره. گاهی وقتای برخورد ساده از روبرو تحریکش میکنه. و البته من تجربه زیادی دارم و از اون تجربیات در ماجراهای 18 تیر و اختشاشات خیابانی استفاده کردم. حضرت عالی تماس‌های گسترده‌ای با رسانه‌های خارجی داشتید. علت اون رو توضیح بفرمایید. بله. خداوند ما رو ببخشه. در گذشته ما برای اینکه جاسوسی کنیم مجبور بودیم بریم در سفارت انگلیس یا روسیه و چون مسیرش به خیابونمون نمیخورد و خیلی دور بود قرار شد که تلفنی با ما تماس بگیرن. اما بعدم فهمیدیم برادران وزارت تلفونا رو کنترل میکردن. البته ما مشکل خاصی نداشتیم تا اینکه تلفن ها با یک مشکل ویژه‌ای مواجه شد. گویا یکی دیگه از جاسوسای انگلیسی که تو وزارت کار میکرد و به اصطلاح رقیب ما بود مأمور شنود خود من شده بود که بلا فاصله بعد از این ماجرا رابطه ما با سفارت قطع شد. و از اون به بعد قرار شد که با ما از طریق رادیوهای خارجی تماس گرفته بشه که معمولا در این تماس ها ما در ابتدا تلفنی که صحبت میکردیم یه 10 دقیقه اطلاعات نظامی و انرژی اتمی رو میدادیم و بعد چند دقیقه هم مصاحبه میکردیم راجع به شرایط روز ایران که در اون شرایط روز ایران مسائلی رو مطرح میکردیم که در این الو بله بی بی سی بله خواهش میکنم
نه من نمیتونم مصاحبه کنم، نه من زندانی هم، دارم اعتراف میکنم، نه نمیرسم، نه بذارید زندانم تموم بشه، اومدم بیرون بهتون زنگ میزنم. خداحافظ. بله، ما بعد از این که صحبتمون رو میکردیم نظراتمون رو به طور شفاف از طریق رسانه‌های خارجی مطرح میکردیم که مردم در جریان هستن. بفرمایید نحوه دستگیری شما به چه صورت؟ بله، من رفته بودم خیابون با چند نفر از دوستان، میخواستیم که کودتا بکنیم. همه برنامه ها رو جور کرده بودیم، در جریان همه چیز هم قرار، بچه ها در جریان قرار داشتن، منتها با دو مشکل مواجه شدیم. یکی اینکه نیروی انتظامی و ارتش و لباس شخصی ها و برادران ایثارگر اینقدر تمام خیابون انقلاب رو پر کرده بودن که نیروهای ما که یه تعدادی زره پوش و نفر برای اینها بودن و قرار بود بیان برای کودتا، اینا توی ترافیک گیر کردن و نرسیدن بیان. ما موندیم تک و تنها. در همون موقع بود که نسل جوان جامعه ما که مورد تاکید مسئولان امر هم هست، اینا همشون سوار بر موتور اومدن و هر کدوم یک چیز انقدر دستشون بود که با اونا به ما حمله کردن و همین برخوردشون باعث شد که ما متوجه بشیم که با چه حقیقت و واقعیتی مواجه هستیم و اومدیم زندان. شما در زندان حقیقت رو چگونه فهمید؟ از طریق موبایل. در زندان ما یا از طریق موبایل یا از طریق تلفن حقیقت رو میفهمیم. با موبایل به من گفته شد که پسرم دستگیر شده، موبایل دادم به من، من با پسرم صحبت کردم و فهمیدم که اگر حقیقت رو نفهمم ممکنه برای پسرم مشکلی به وجود بیاد. همین بود که من حقیقت رو فهمیدم. اگر پیام خاصی دارید بفرمید. من به خاطر حرف هایی که در تمام این مدت زدم از ملت ایران عذر میخوام، از اینکه نامه نوشتم عذر میخوام، نامه های قول میدم که نامه های قبلیم رو پاره کنم، اگه کسی هم برام نامه نوشت جوابش رو نمیدم، اگه مأمور پستم در خونمون اومد میزنم تو دهنش و میندازمش بیرون، باش حرف نمیزنم. من از مسئولین مملکت، وزارتخانه ها، مجلس اهمیتی نداره، مسئولان قضایی، شورای نگهبان، از هر شش عضو شورای نگهبان، از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، از مسئول آرشیو شورای نگهبان، از مسئول خدمات شورای نگهبان، از مسئول اداره کارگزینی شورای نگهبان، از سخنگوی شورای نگهبان، از اعضای شورای نظارت شورای نگهبان عذر میخوام و امیدوارم خداوند و شورای نگهبان ما رو ببخشند و از گناه ما درگذرن. و سلام علی من التولد.